وزیر انرژی اسرائیل آنچه دشمنان دیدند کمتر از ده درصد توان ماست گزینه حمله به تأسیسات هسته ایران روی میز است پیام دیگری از نتانیاهو به شما اطمینان میدهم به رژیم ملاها در تهران پایان خواهیم داد اسرائیل ثابت کرد حزب الله ببر کاغذی است و رژیم ملاها رفتنی جو بایدن از زمان و نحوه پاسخ اسرائیل به ایران اطلاع دارم تحلیل محسن سازگارا درباره نصب سامانه تا در اسرائیل و آمادگی برای حمله به ایران آینده مبهم حماس پس از سنوار آیا حماس نابود می شود؟ درود بر شما فرزندان دلیر ایران نگهبانان پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان با هم پیمان میبندیم که این سرزمین کهن را از شنگال دیکتاتوری رها سازیم و شعله آزادی را در قلب‌هایمان زنده نگه داریم به ایران دیلی خوش آمدید وزیر انرژی اسرائیل در مصاحبه با والا نیوز گفت همه ی گزینه های پاسخ به جمهوری اسلامی حتی حمله به تأسیسات هسته ایران روی میز است و دشمنان بدانند که ما کمتر از ده درصد از توانایی‌های های تسلیحاتی و اطلاعاتی خود را نشان داده ایم. الی کوهن افسود ما متحد هستیم از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته جلوگیری کنیم به همین علت حمله به تأسیسات هسته ایران یکی از گزینه‌های روی میز است هیچ کدام از تأسیسات زیرساختهای نظامی و نفرات حکومتی از حمله ما مسون نخواهند بود. او با تاکید بر اینکه ما هنوز ده درصد از توانایی فوقالعاده اطلاعاتی خود را هم نشان نداده ایم خاطر نشان کرد ما علیه گروه های وابسته به حکومت ایران کار و با آنها مبارزه میکنیم اما در نهایت سر مار در ایران است جمهوری اسلامی حامی شماره یک تروریسم در جهان است و ما در اسرائیل برای انجام اقدامات لازم علیه حکومت ایران در حال تثبیت این دیدگاه و تغییر نگرش ها به جمهوری اسلامی در کل منطقه هستیم وزیر انرژی اسرائیل همچنین تصریح کرد ما قبلا ثابت کردیم هر کسی که به اسرائیل آسیب بزند سختترین ضربات را از ما خواهد خورد کسی نیست که بتواند از عدالت و از پاسخ ما فرار کند اما گاهی اوقات می این اقدام به سرعت انجام شود و گاهی با عقل و احتیاط پیش می رویم. اما قطعا به جایی که بخواهیم می رسیم. الی کوهن در این گفتگو با اشاره به ادامه عملیات اسرائیل در لبنان و غزه هم گفت در لبنان در هفته های اخیر توانایی بازدارنده اسرائیل را تقویت کرده ایم و بیش از دو هزار هدف حزب را نابود کرده ایم. که این دستاورد بی سابقه است او درباره غزه هم گفت ما کنترل امنیتی نوار را حفظ خواهیم کرد که به ما امکان میدهد آزادانه در هر مقطع زمانی فعالیت کنیم اما تا زمانی که آخرین ربوده شدگان را آزاد نکنیم غزه را ترک نخواهیم کرد مقامات اسرائیل پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی در دهم ده مهرما به این کشور تاکید کردند که به این حمله با قدرت پاسخ خواهند داد این مقامات گفتند تاسیسات اتمی نفتی و موشکی جمهوری اسلامی می توانند جزء های هدف باشند اما هیچ کدام از این موارد را قطعی نکردند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا جمعه 27 مهر گفت که از چگونگی و زمان واکنش اسرائیل به حملات و موشکی جمهوری اسلامی اطلاع یافته است. او در عین حال تصریح کرد فرصتی پیش آمده که ما احتمالاً بتوانیم مسئله ایران و اسرائیل را به صورتی که درگیریها در خاورمیانه تا مدتی پایان یابد حل کنیم. به این ترتیب درگیریها خاتمه می‌یابد و به عبارتی واکنش‌های متقابل به اتمام می‌رسد. نتانیاهو در پیامی اسامی فرماندهان محور شیطانی رژیم ملاها که کشته شدن را می آورد و می گوید این محور در برابر چشمان همه نابود شده است و به مردم منطقه و ایران می گوید حکومت ترور رژیم بر منطقه پایان یافته و به زودی حکومت ترور و وحشت بر مردم ایران هم به پایان خواهد رسید یخی سینوار، تروریست چیف خماس، لانچ دی اکتوبر سیونت مسکر اگنست ازرال این بودیست حمله از مردم پیپل از زمان هولوکاست It was the worst attack on the Jewish state since the founding of Israel. Since war, terrorists murdered in cold blood 1,200 people. That's elderly people, Holocaust survivors, children. They brutally raped women. They beheaded men. They burned babies alive. And they took some 250 men, 251 women, men, and children hostage to the dungeons of Gaza. Today, the mastermind of this day of sheer evil is no more. Yecha Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. Hamas is holding 101 hostages in Gaza. Who are citizens of 23 countries, citizens of Israel, but citizens of many other countries. Israel is committed to doing everything in our power to bring all of them home. And Israel will guarantee the safety of all those who return our hostages. But to those who would harm our hostages, I have another message. Israel will hunt you down and bring you to justice. I also have a message of hope to the peoples of the region. The axis of terror that was built by Iran. Is collapsing before our eyes. Nasrallah is gone. His deputy Muhsen is gone. Hanir is gone. Def is gone. Sinwar is gone. The reign of terror that the Iranian regime has imposed on its own people and on the peoples of Iraq, Syria, Lebanon, and Yemen, this too will come to an end. All those who seek a future of prosperity and peace in the Middle East should unite to build a better future. Together, we can push back the forces of darkness. and, a of light and hope for all of us. جو بایدن از زمان و نحوه پاسخ اسرائیل به ایران اطلاع دارم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز جمعه 27 مهر ماه گفت به درکی از زمان و نحوه پاسخ اسرائیل به حمله موشکی جمهوری اسلامی ایران رسیده است. به گزارش رویترز، جو بایدن که به برلین پایتخت آلمان سفر کرده است از توضیح بیشتر در این مورد خودداری کرد تنش میان اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران در اوج خود قرار دارد و ارتش اسرائیل خود را برای پاسخ به حمله موشکی روز دهم مهرمای مهرماه سپاه پاسداران به این کشور آماده می کند. امروز هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه هم هشدار داد که کشورش و منطقه باید برای یک جنگ احتمالی بین اسرائیل و ایران آماده باشند زیرا احتمال بالایی برای وقوع آن وجود دارد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تاکید کرده که ایران هزینه حمله موشکی دو هفته پیش خود را پرداخت کرد با این حال او هفته ی گذشته به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اطمینان داد که به پالایشگاه های نفت یا تأسیسات هسته ایران حمله نخواهد کرد شبکه سی ان روز چهارشنبه گزارش داد که مقام های آمریکا احتمال میدهند اسرائیل پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پنجم نوامبر به ایران حمله کند. تحلیل محسن سازگارا درباره نصب سامانه تاد در اسرائیل و آمادگی برای حمله به ایران محسن سازگارا میگوید این پرسش مطرح است که آیا تعلل اسرائیل برای حمله نظامی به ایران برای رفع نقص سیستم دفاعی این کشور و نصب سامانه تاد بوده است روزنامه واشنگتن پست به نقل از منابع خود این موضوع را تایید کرده و ضمنا نوشته است که حمله اسرائیل به ایران تا قبل از برگزاری انتخابات آمریکا انجام خواهد شد این تحلیلگر مسائل سیاسی میافزاید سفیران جمهوری اسلامی در قطر و عمان دائما از طریق این دو دولت با آمریکا در تماس هستند تا این کشور را قانع کنند که جلوی حمله نظامی به اسرائیل را بگیرد جمهوری اسلامی حتی به آمریکا قول داده است که اگر جلوی حمله اسرائیل را بگیرد حاضر از همه تعهدات برجامی را اجرا کند اما آمریکا نه فقط این کار را نمی کند بلکه با ارسال سامانه دفاعی تاد به اسرائیل کمک کرده است سلسله زنجیر حوادث در خاور میانه فصلهای جدیدی رو داره به وجود میاره بعد از حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل با 181 موشک فتاح و بالستیک مطرح شد که اسرائیل مدعی شد 10% درصد موشک ها از کمند دفاعی اسرائیل رد شده و البته جمهوری اسلامی مدعی شد 90 درصد رد شده بر حال هر چه بوده به نوشته بلومبرگ و سایر خبرگزاری ها مجموعا 300 خانه در اسرائیل آسیب دیدند اگرچه گفته شده تلفات انسانی دو زخمی و کشته شدن یک کارگر فلسطینی بوده اما بیش از 45 تا 50 میلیون دلار خسارتی است که دولت اسرائیل به موجب قانونی که داره به صاحبان این بیش از 300 خانه داده به همین دلیل هم به نظر میرسه تعلل اسرائیل در حمله متقابل برای تکمیل کردن و در واقع آببندی کردن سیستم سلایهی دفاع موشکیش بوده یعنی لایه دفاع گمبد آهنین که برای راکت ها و برد کوتاه لایه فلاخان داوود که برای میان برد ها و کروز و غیره و لایه پیکان و پیکان سه که برای موشک های بالستیک و غیره اما مانور کلاهک موشک های بالستیک نشون داده که بخشی میتونه از لایه پیکان عبور کنه به همین دلیل امریکایی ها پذیرفتن که سیستم موشکی تاد رو دفاع موشکی تاد رو ببرن در اسرائیل نصب کنند. نکته جالب این است که این سیستم که به دستور آقای بایدن قرار در اختیار اسرائیل قرار بگیره و آقای آستین وزیر دفاع امریکا هم دستور حمله اون رو داده توسط صد نفر از پرسنل ارتش امریکا اداره و عملیاتی خواهد شد به این ترتیب میشه گفت که در جنگ موشکی جمهوری اسلامی و اسرائیل امریکا هم عملا وارد ماجرا شده و حضور نیروهای امریکا به شکل نصب و نگهداری و عملیاتی کردن سیستم دفاعی تاد این موضوع رو نشون میده از سوی دیگه آقای عراقچی که در سفرهای به کشورهای عربی دائما دنبال این بوده که امریکا حمله متقابل نکنه گاهی با تعبیب گاهی با تهدید و ضمنا سفرای جمهوری اسلامی در قطر و عمان دائما از طریق این دو دولت به امریکا در تماس بودند دیپلماسی در واقع مخفی و پشت پرده که امریکا رو قانع کنند به اینکه امریکا جلوی دست اسرائیل رو برای حمله متقابل بگیره و گفته میشه حتی قول دادند به امریکا که اگر جلوی دست اسرائیل رو بگیره حاضرن تمام تعهدات برجامی رو هم اجرا کنه ولی با این کار امریکا که نه فقط جلوی دست اسرائیل رو نگرفته و گفته بود به ایران هم که نمیکنه این کار رو بلکه سیستم دفاع موشکی اسرائیل رو هم با دادن سیستم تاد تکمیل کرده و در واقع سوراخ و آب به اصطلاح گشادگی های اون رو به این ترتیب می و آب بندیش می عملا اون دیپلوماسی مخفی شکست خورده و آقای عراقچی در سفرش به عمان در مسقط اعلام کرد که دیگه صحبت خصوصی به اصطلاح پشت پرده با آمریکا نداره. ضمنا ایشون تهدید هم کرد که اگر اسرائیل حمله کنه که جمهوری اسلامی پاسخ میده ولی جنگ به کشورهای منطقه هم کشیده خواهد شد خبر دیگری که در کنار این اخبار در واقع این زنجیره جنگ رو داره تکمیل میکنه و به سمت درگیری پیش میبره نصب کردن سردار فلاحزاده قائم مقام نیروی قدس سپاه در لبنان به عنوان نماینده نیروی قدس و ناظر به حزب الله که خیلی ها معتقدند با توجه به اینکه حزب الله الان هنوز رهبری رو جای حسن نصرالله الله نتوانسته بگذاره عملا این فلاحزاده است که در موزه رهبری حزب الله قرار گرفته و شلیک دو پهپادی رو که در ارتفاع پایین پرواز میکردن و در واقع به همین دلیل هم یکی از اونها رو سیستم دفاعی اسرائیل نتوانست بگیره رو به انتصاب فلاح زاده ربط میدن که این دو پهپاد چون به سمت بنیامینا یک پایگاه نظامی اسرائیلی شلیک شده بود از دریا پهپادها آمده بودند اون یکی که برخورد کرد به این مرکز باعث کشته شدن چهار سرباز اسرائیلی و زخمی شدن هفت سرباز اسرائیلی شده نظامی اسرائیل شده که گفته میشه حال ستن اونها هم وخیم زمنان شلیک موشک و راکت امروز از سوی حزب الله برای چندمین بار و بعد از یک آرامش دو سه روزه به سوی تلاویو که پایتخت اسرائیل و هزاران نفر رو روانه پناهگاه ها میکنه و کار عادی زندگی رو مختل میکنه باعث شد که آقای نتانیاهو هم که گفته میشد قول داده به امریکایی ها بیروت رو نزنه سراحتا اعلام کرد که هر کجای بیروت میتونه هدف ما باشه و در واقع تلافی میکنه خود این حمله به تلاویو رو هم گفته میشه که از اثرات رفتن فلاح است به اونجا به زبون دیگه پاره از خبرنگاران و صاحب نظران لبنانی معتقدند که در لبنان الان جوی به وجود اومده که شیعیان بخش بزرگیشون با حزب الله مخالف شدن در واقع غیر از اهل تسنن و بخشای زیادی از مسیحی ها که دل خوشی از حزب الله نداشتند اما شیعیان میشد گفت اکثریت بسیار بالایی پشت حزب الله بودند اما با این شدت گرفتن جنگ و سایه افریت جنگ بر سر لبنان افتادن باعث شده که بخش بزرگی از شیعیان هم اکنون مسئله دارند و به جناح عمل و آقای نبیه بری و اونها نزدیک شدن و خواهان اینن که حزب الله خل اصلاح بشه و به شکل یک حزب سیاسی در بیاد موضوع که البته فرانسوی ها هم که دیپلماسی فعالی در لبنان دارند خواستار همین هستند اما به دلیل نفوذ جمهوری اسلامی پولی که در اونجا خلق کرده و آدمهایی که داره و بعد هم در حدی است که میتونه با گذاشتن سردار فلاحزاده زاده عملا کنترل حزب الله رو و فرماندهیش رو در دست داشته باشه گفته میشه که این موضوع با دشواری مواجهه و این حملات جدید به اسرائیل و گسترش جنگ حاصل نفوذ جمهوری اسلامی است بر صورت این ماجراها این سوال رو پیش میاره که آیا تعلل اسرائیل برای این بود که این نقیصه سیستم دفاعیش و امریکایی ها رفت کنند و بعد از اون حمله خواهند کرد یا نه واشنگتن پست امروز از قول منابع مطمئن خودش گزارش کرده که بله تا قبل از انتخابات آمریکا اسرائیل قرار است حمله متقابل به ایران بکنه و به بایدن هم البته نتانیاهو قول داده که تا قبل از انتخابات آمریکا به مراکز فقط نظامی حمله خواهد کرد و مراکز انرژی رو هدف قرار نمیده آینده مبهم حماس پس از سنوار آیا حماس نابود می شود؟ یحیی سنوار مغز متفکر حملات هفتم اکتبر و یکی از سرسختترین دشمنان اسرائیل و مرگ او به این معناست که اسرائیلی ها دو تن از بزرگترین دشمنانشان را در کمتر از یک ماه کشتند. دیومنیک ویکوون در اسکای نیوز می‌نویسد که سنوار در عذاب دادن اسرائیل بی همتاب. او سالها در اسرائیل زندانی بود و روش های زندانبانانش را مطالعه کرد و به زبانشان مسلط شد. او میدانست که برای شکست دادن دشمن ابتدا باید آنها را شناخت. سنوار میدانست که اسرائیل میتواند در احساس امنیت کاذب غرق شود. و به همین دلیل در زمان فرماندهیش اسرائیلی ها فریب خوردند و فکر کردن حماس خواهان یک دوره آرامش است در حالی که حماس عملا برای بزرگترین حمله در تاریخ هر دو طرف آماده میشد. سنوار همچنین میدانست که جامعه اسرائیل به شدت دوپاره شده است و از این ضعف سوء استفاده کرد. افراطی ترین دولت تاریخ اسرائیل در زمان بنیامین نتانیاهو این کشور را مثل قبل دو قطبی می کرد و طرحهایش برای پیشبرد اصلاحات عمیقا بحث برانگیز بود. اما سنوار در سالهای اخیر دریافت که تنش صدای دیپلماتیک میان اسرائیل و دشمنان سابق عرب در خلیج فارس به خصوص عربستان سعودی تهدیدی است برای به حاشیه راندن آرمان فلسطین بر اساس اسناد داخلی حماس که اخیرا به بیرون درس کرده است سنوار برنامه حمله ویرانگر را علیه جوامع اسرائیلی در خارج از غزه هم طراحی کرده بود اما آنطور که او امیدوار بود دیگر دشمنان اسرائیل یعنی حزب الله در شمال و جمهوری اسلامی ایران از این طرح به اندازه کافی حمایت نکردند در بیش از یک سال اسرائیل در پاسخ به حمله 7 اکتبر نتوانست به اهداف جنگیش دست یابد. آزادی همه گروگانهای اسرائیلی را تضمین نکرد. حماس نابود نشد و ارتباط رهبری حماس با اعضایش برقرار ماند تلاش های اسرائیل برای کشتن سنوار هر بار ناکام ماند او ظاهرا در تونل های هزار که حماس در زیرزمین های غزه هفت کرده بود پنهان میشد اما او حالا مرده است و این ضرر بزرگی برای حماس است. سنوار بیشک استراتژیستی چیره دست، آرمان پرست و همچنین فرماندهی بیره و خونریز میگویند که او فلسطینی های مزنون به همکاری با دشمن را با دستان خالی کشته و بعضی ها را شکنجه کرده است. به نظر میرسد سنوار معتقد بود که استفاده از هر روشی برای رسیدن به هدفی که او آن را مقدس می مجاز بود. اسرائیل اکنون یکی از بزرگترین و تواناترین دشمنان را حذف کرده است کشتن سنوار به اسرائیلی ها این امکان را می دهد که با تحقق یکی از اهداف اصلیشان روند پایان دادن به جنگ غزه را آغاز کنند البته بعید است که فورا این کار را انجام دهند اما مرگ سنوار قطعا دستیابی به آن را آسانتر کرده است اسرائیل اکنون تحت فشار شدید آمریکا و دیگران قرار خواهد گرفت تا از این فرصت استفاده کند و معامله بازگرداندن گروگانها به خانه و پایان دادن به این جنگ را محقق کند با این حال اگرچه کشتن یحیی سنوار حساب تلافیجیانه اسرائیلیها را صفر کرده و عدالت را برای اسرائیلیها به آورده است همچنان سوالات زیادی را در مورد آینده جنگ و حماس ایجاد کرده است در اینجا به برخی از این سوالات اشاره می کنیم جایگزین سنوار انتخاب خواهد شد اما چه کسی او را برخواهد گزید اکثر رهبران ارشد حماس در غزه قبلا حذف شدند محمد سنوار اگر هنوز زنده باشد احتمالا جانشین برادرش خواهد بود اما او اختیار دامنه نفوذ برادرش را ندارد پس آیا او یا رهبر دیگری می اتحاد اعضای گروه را همچنان حفظ کند این اتفاق در مورد گروگانهای های باقی مانده چه نقشی دارد سنوار مرد اصلی حماس در غزه بود و تا زمانی که جانشین او تعیین نشود مشخص نیست که از طرف اسرائیل با چه کسی باید مذاکره کرد آیا سنوار برای رسیدگی به گروگانها دستورالعملهایی مشخص کرده بود که دیگران پس از مرگش بدانند چطور باید عمل کنند؟ آیا حماس به خاطر قتل رهبرانشان از گروگانها انتقام خواهد گرفت؟ نقش سنوار در همانگی برنامه های حماس در ماه های اخیر چقدر حیاتی بود؟ اعضای این گروه پیش از این هم پراکنده بودند. و در ماهای اخیر این وضعیت شدیدتر شده بود سنوار تا چه اندازه رهبری تاکتیکی را حفظ کرد یا در اختفا و فرار نیروها چه نقشی داشت آیا جنگجویان باقیمانده که حماس از مرگ او الهام خواهند گرفت و به مبارزه با اسرائیل ادامه میدهند یا برخی از اعضای میان روتر آن را فرصتی مناسب برای عقب نشینی میبینند کشته شدن سنوار دیگر مقامهای حماس در خارج از غزه مانند قطر و ترکیه را به کجا می‌رسانند؟ میزان نفوذ سازمانی آنها چقدر است و آیا اصلا بر اعضای حماس در غزه تسلط دارند سخ به برخی یا همه این سالها تاثیر قابل توجهی بر روند آینده جنگ حماس و اسرائیل خواهد داشت. سپاس از شما که تا انتهای این گزارش همراه ما بودید. به امید آزادی و آبادی میهن تا درودی دیگر بدرود.